سلام دوستان به کلاس درس امروز ما خوش اومدین. ادامه میدیم بحث ویژگی های رابطه تقسیم پذیری رو تو این جلسه یه سری ویژگی های پیچیده رو با هم بررسی میکنیم و برای اثباتشون از ویژگی هایی که توی جلسه پیش اثبات کردیم کمک میگیریم. خب بیاین شروع بکنیم با هم دیگه. اولین ویژگی که تو این جلسه بررسی میکنیم این هست. میگه که اگر یه عدد صحیح مثل آ عدد یک رو عاد بکنه در نتیجه آ حتما یا مثبت یک است یا منفی یک یعنی ها مقسوم لعی های عدد یک مثبت یا منفی یک هستن خب این همینطوری به نظر بدیهی میاد دیگه چون یک که مقسوم لعی دیگه غیر از خودش و منفیش نداره ولی حالا بیاین با استفاده از خواص تقسیم پذیری اینو اینجا با هم دیگه اثبات بکنیم خب میگه که آ آد میکنه یک رو درسته توی جلسه گذشته گفتیم اگه یه عدد یه عدد صحیح دیگر رو عاد بکنه در اون صورت قدر مطلق اون عدد از قدر مطلق اون یکی کوچکتر یا مساویه که قدر مطلق یک همون یک هست دیگه درسته؟ حالا یه عدد سعی اینجا ما داریم که قدر مطلقش از یک کوچکتر مساویه دو حالت بیشتر نداره دیگه چون عدد سعی قدر مطلقشون یا صفره یا یک یا بزرگتر از یک درست؟ پس یا قدر مطلق آ صفر بوده که از یک کوچکتره که در اون صورت آ مساویه با صفر میشه و اون وقت داریم که صفر آد میکنه یک رو که این تناقض دیگه قبول دارین هیچ جوری نمیشه یک رو به صورت صفر زب در یه عدد چون صفر زب در هرچی صفر میشه پس این هیچ وقت برقرار نیست پس صفر یک رو آد نمیکنه و آ نمیتونه صفر باشه حالت دوم اینه که قدر مطلق آ یک باشه چون این رابطه کوچکتر مساویه دیگه حالت مساویش برقرار باشه در نتیجه اون وقت اگه قدر مطلق آ یک باشه آ یا یک بوده یا من یک چون تنها عدد صحیحی که قدر مطلقشون یکه مثبت و منفی یک هستن دیگه پس اینجا این خاصیت اثبات شد که حتما اگر آ یک رو عاد بکنه آ یا مثبت یک یا منفی یک خب بریم سراغ خاصیت دوممون خاصیت دوممون میگه که اگر داشته باشیم عدد صحیح آ عدد صحیح رو ب, ب رو آد میکنه و برعکسش هم برقرار یعنی ب هم آ رو آد میکنه در اون صورت هیچ رایی نداریم غیر از اینکه آ یا مساوی خود به باشه یا منفی ب یادتون هست گفتیم رابطه تقسیم پذیری توی جلسه که تقسیم پذیری رو به عنوان یه رابطه بررسی کردیم گفتیم که متقارن نیست منظورمون هم این بود که اگه آ ب رو آد کنه بهم آ رو آد کنه نمیتونیم مستقیم نتیجه بگیریم آ برابر به خب اینجا داریم میبینیم چرا برای اینکه آ ممکنه برابر به باشه ولی از اون طرف ممکنه برابر ب با منفی به باشه بیام اینو با هم دیگه اثبات کنیم برای اینکه حالتی که یکی از اینا صفر هستن و از جلوی راهمون برداریم و بتونیم ساده تر بررسیش کنیم بیایم حالت صفر رو همین اول بررسی کنیم بذاریمش کنار اگه آ صفر باشه که آ به رو آد میکنه ب هم آد رو آد میکنه در این صورت به هم مجبور صفر باشه درسته که در این صورت آ خود به خود مساوی ب هست و این رابطه برقراره پس حالتی که یکیشون صفر باشه رو از جلو پامو میزنیم کنار که راحت بتونیم مسئله حل کنیم خب حالا بیایم فرض مسئله رو تعریفش رو اینجا بنویسیم گفتم همیشه در مورد تقسیم پذیری نوشتن تعریف کمک میکنه آ آد میکنه ب رو یعنی میشه ب رو به صورت آ ضرب در عدد صحیح Q نوشت و ب آد میکنه آ رو یعنی که آ رو میشه به صورت ب ضرب در یه عدد صحیح دیگه ای مثل کیو پریم نوشت خب حالا از این دوتا بیایم رابطه پایینی رو تو رابطه بالایی جاگذاری بکنیم قبول داریم که اگه آ رو بذاریم ب Q پریم در میاد ب مساوی با ب q پریم ضرب در q درسته و چون فرض کردیم به مخالف صفر نیست چون حالت به مساوی صفر رو قبلا بررسی کرده بودیم در این صورت میتونیم به رو از دو طرف خط بزنیم و نتیجه بگیریم که q q پریم برابر با یکه اینکه q q پریم برابر با یکه قبول دارین مثل اینه که داریم میگیم q یک رو عاد میکنه چون الان به فرم عاد کردن نوشته شده دیگه یک مساوی با q ضرب در یه عدد ای مثل q پریم در نتیجه Q یک رو آد میکنه و از اینکه Q یک رو آد میکنه طبق خاصیت یک اینجا یه علامت یک میذارم یعنی طبق خاصیت یک نتیجه میشه که Q یا مساوی مثبت یک یا منفی یک راه دیگه ای نداره اینو قبلا اثبات کردیم حالا اگه Q مساوی مثبت من... یا منفی یک باشه چون که به مساوی A Q در نتیجه به یا مساوی مثبت یک زب در آه یعنی مساوی خود آه یا مساوی منهای یک ضرب در آی یعنی مساوی منفی آه و اینجا این رابطه اثبات میشه خب بریم سراغ خاصیت سوم خاصیت سوم این هست که اگر عدد صحیح آ عدد ب رو آد بکنه و عدد آ یا عدد دیگر هم مثل سه آد بکنه یعنی مخصوم جفتشون باشه در این صورت آ یه ترکیب خطی از به و سه مثل یه مذربی از ب به علاوه یه مذرب دیگه ای از سه رو هم آد میکنه که ام و ان هر عدد صحیحی میتونن باشن درست شد البته مخالف صفر اینجا می مخالف صفر خب پس اگه آ به رو عاد بکنه آ سه رو هم آد بکنه آ هر مذربی از این دوتا رو حساب بکنیم و جمع بکنیم اون هم عاد میکنه خب اینو چجوری میتونیم اثبات کنیم بیایم گفتیم همیشه تعریف این دوتا رو اگه بنویسیم کمکمون میکنه آ ب رو آد میکنه یعنی که میتونیم بنویسیم بی مساوی آ کیو و آ س رو آد میکنه یعنی س رو هم میتونیم بنویسیم آ ضرب در یک کیو پریم یه عدد صحیح دیگه حالا بیایم دو طرف رابطه بالایی رو ضرب در ام بکنیم چون ما میخوایم ام ب رو در بیاریم دیگه ام بی مساوی است با آ ضرب در MQ. که گفتیم چون عدد صحیح نسبت به ضرب بستن ام هم یه عدد صحیحه پس از اینجا میشه نتیجه گرفت آ ام رو هم آد میکنه از این بر پایینی رو ضب در N بکنیم چون میخوایم بالاخره بر حسب NC سی بنویسیم دیگه NC سی مساوی با آ زبده ان کیو پریم دو طرف کار خاصی نکردم در ان کردم در نتیجه آ ان سی رو هم آد میکنه حالا کاری که بکنیم بیایم این دوتا رابطه رو با هم دیگه جمع بکنیم درسته در میاد که ام به علاوه ان سی مساوی با آ ام کیو به علاوه آ, ان کیو پریم. خب بیایم آ رو بین این دوتا فاکتور بگیریم میشه اینجوری دیگه نوشتش بعد قبول دارین اگه کیو یه عدد صحیح باشه کیو پریم هم یه عدد صحیح باشه ام و ان هم که هر کدوم عدد صحیح هن. چون مجموعه عدد صحیح نسبت به جمع و ضرب بسته است این خودش یه عدد صحیح جدیدیه درنچه ما تونستیم ام بی به علاوه ان رو به صورت آ ضرب در یه صحیحی بنویسیم پس از اینجا مستقیم نتیجه میشه که آ عاد میکنه ام بی به علاوه ان رو چون تونستیم به این فرم درش بیاریم و این حکم ما رو اثبات میکنه خب حالا حالا که این رابطه رو با هم اثبات کردیم خیلی راحت با استفاده از همین شیوه اثبات میتونیم این رابطه رو تعمیم بدیم به چه معنی؟ به این معنی که بگیم اگه آ مقسوم علاقه یه سری عدد باشه مثل B1, ب 2 ب 3 همینجور تا هر چند تا عدد میتونه باشه اون وقت A یه ترکیب خطیه از اینا رو هم عاد میکنه یعنی مثلا M1, B1 بلاوه M2, B2 به علاوه همینجور تا مثلا Mn, BN رو هم عاد میکنه یعنی اگه آ B1, B2 تا Bn رو عاد بکنه میتونیم نتجه بگیریم هر مذرع بی زبد داره اونا هم بشه و یه ترکیب خطی ازشون رو هم آد میکنه که با همین به اثبات خیلی راحت شما هم تعریف ها اینا رو بنویسین دو طرف رو به طرف این بکنین و با هم جمع بکنین به این نتیجه میرسین و این یه خاصیت خیلی مفیدی است که حالا بعدا توی اثبات خاصیت های دیگه ازش استفاده میکنیم این هم از چند تا خاصیت که امروز با هم بررسی کردیم تو جلسه که بعدی کلاس درس می‌بینمتون